نماز یک دانشگاه است عزیزان من، درس تواضع در نماز است. سجده اوج تواضعه، سجده اوج تواضعه. در نماز نظم هست، کسی نماز خوان باشه انسان با نظم. این تمام احکام دین چقدر جالبه. شما بایستی همه احکام ما وقت داره، هیچ عبادتی بدون وقت نیست. روزه یک وقت خاص داره، چون میدونه هر موقع دلت خواست روزه بگیری. حج یه وقت خاص داره، زکات وقت خاصی داره، نماز پنج وقتش، هر پنج وقتش یه وقت خاص. انسان رو وقت شناس میکنه، مدیریت زمان رو به انسان یاد میده. سه، پاکیزه بودن، کلاس پاکیزگی و طهارته. شما هنگام نماز کسی هست آلوده باشه بیاد؟ نماز درس مهربانی هست. سبحان الله، السلام علیکم و رحمت الله، یعنی سلام بر همه. نماز دوری از استرس. امروز کار به جایی رسیده کسی نماز میخونه متلک میشنه، به مسخره میشه، انسان پریشان میشه. پروردگارا تو چه دوره ما به دنیا اومدیم؟ بعضی از این کارگران میان میگن استاد ما یواشکی نماز میخونیم چون مسخرمون میکنن. بعضی دانشجوان میان میگن ما آهسته میریم اون یک گوشه ای کسی نبینه ما نماز میخونیم. یا الله، دین محمد چقدر غریب شده. طرف میاد معصیت الله میکنه، لخت و نیمه برهنه راه میره، خجالت نمیکشه. اون وقت خواهر ما که نماز بخونه میگه من خجالت میکشم. جوون اومده سگ تو بغلش، گربه بغلش، خجالت نمیکشه. جوون ما از نماز خوندن خجالت میکشه. چرا؟ چرا خجالت میکشی؟ بذار بگن، بذار بخندن. اتفاقا هر خنده او، هر تمسخر او در کارنامه تو یک جهاد نوشته میشه. باور کنید یک جهاد. از چی نگرانی تو؟ اونها از معصیت و گناه خجالت نمیکشن، اونها از نافرمانی الله خجالت نمیکشن، اما تو بخوای نماز بخونی خجالت میکشی؟ بخواد به دیدار الله بری خجالت میکشی؟ نه عزیز من، نه جوان محترم. مبادا خدایی نکرده ما تحت تأثیر جو قرار بگیریم، با نماز فاصله بگیریم، که روز قیامت اولین دلیل جهنمی شدن جهنمی ها چی بود؟ گفت لم نکن من المصلین، ما نمازگزار نبودیم، ما با نماز فاصله داشتیم.